وقتی 20 سال تموم کوفتی رو تنها و ناراحت سر میکنی، یارت میره حس شاد بودن و حس از ته دل خندیدن و حس این که یکی مراقبت باشه، یکی منتظرت باشه، این که کنار یکی کل دردات یادت میره، برات میشه یه چیز مسخره. میگی مگه ممکنه این همه درد کوفتی از بین بره؟ مگه میشه قلبم آروم بشه؟ مگه میشه این حس مزخرفی که انگار یه چیزی تو سینم گم شده از بین بره؟ مگه اصلا آدمی هست تو دنیا که غیبش نزنه وقتی که کارش تموم شه؟ آدم ها یه مشت موجود ترسناکن که هیچ کدومشون به هم کمک نمی کنن. یه مشت موجود بیرحم و با این افکار روز به روز تنها و تنها تر میشی، ولی همیشه میخوای از شر تموم این حسا خلاص شی. تنهایی تموم شه حتی شده فقط برای یه ساعت و بعدش اصلا زندگی تموم شه، بمیری، فقط تموم شه. تموم شه، تموم این حسای کوفتی حتی شده برای یه لحظه. میدونی وقتی به بقیه نگاه میکنی که عشق و کلی دوست دارن، از خودت متنفر میشی، میگه یعنی انقدر من بدم که هیچ کیو نهارم؟ مگه من چیکار کردم؟ چرا این دنیا اینجوریه که دلت میخواد یه گوشه بشینی، دستاتو بذاری رو گوشات، چشاتو ببندی تا نبینی و نشنوی بقیه رو که شادن، خوشحالن، بهشون خوش میگذره؟ شاید یه دفعه دلت بخواد و خب نتونی داشته باشیشون. حقم نداری هیچ کدومشون رو داشته باشی، چون تو تویی. دوست داری یکی کمکت کنه تا فریاد بزنی، حتی این کار ساده رو هم نمیتونی بکنی، چون میترسی اونا بهت بخندن و انقدر توی تنهایی خودت فرو بری تا غرق شی و هیچ غریق نجاتی هم تو دنیات نیست که نجاتت بده از اون اقیانوس تنهایی. خیلی ترسناکه که حتی ندونی چی حالتو خوب میکنه. میدونی کم کم یه جوری میشه که وانمود میکنی خوبی، همه چی اوکیه. چرا؟ چون دقیقا نمیدونی گندی حالت به خاطر کدوم مشکل کوفتیته. کم کم جای آدم های دورت و قرص های اعصاب و آرام بخش و کوفت و زهرمار میگیرن، زیاد بد نیستن، یه مدت حالتو بهتر میکنن. اون خانومه که روپوش سفید پوشیده به همین قرص رو داده، دفعه آخری که باش حرف زدم گفت دیگه نمیخواد بیای، دیگه دل شنیدن حرفاتو ندارم. حتی نمیدونم چجوری زنده ای، واقعا قوی که زنده ای هنوز. خیلی خنده دار بود. من قوی نیستم، فقط میترسم از مردن. بین خودمون باشه، من از تنهایی هم میترسم. بیخیال، یکی از قرصام از صدای تو سرمو میگیره. ازم نمیدونم دوباره بخورمش یا نه. آخه اگه بخورم دیگه واقعا هیچکی نمیمونه. نمیدونم واقعا کدومش ترسناکتر و از کدوم به کدوم پناه ببرم، تنهایی آدمو. میگن خدا خوبه، خدا همیشه همراه آدم هست، چرا پس من همیشه تنها؟ فکر کنم منو نامری آفریده، چون هیچ وقت نمیبیند. نمیدونم که این یه قدرت خوبه یا بد که هیچ وقت هیچ کس نمیبیندم، انگاری که وجود ندارم. همه که میگن خوبه، ولی از نظر من که نفرینه. آخه نفرین نیست تو بمیری از تنهایی و درد و کسی حتی نگاتم نکنه. به نظرت عشق قصه است یا داستان؟ تو دنیا که وجود نداره، ولی فکر کنم تو داستان واقعیش باشه. آخه کی دیدی آدم به اون چیزی که میخواد برسه؟ میگن بعضی ها رو به خاطر خودشون دوست دارن. خنده دار نیست؟ آدم ها یکی رو به خاطر اینکه خودشه دوست داشته باشن. آره لابد بعدم میخواد بگی تو دنیا خوبی هم وجود داره، ولی کاش وجود داشت. چون اگه وجود داشت که من اینجوری نمیشدم با صدای توی سرم حرف بزنم صبح تا شب، شب تا صبح. ولی اونم گناه داره بابا، اونم تنهاست، ناراحته، اونم ایشیو نداره، میگه خدا هم دوستش نداره. من که میگم ناراحت نباش، من دوستت دارم. یه اگه دوستم داشتی که من وجود نداشتم. نمیدونم چرا انقدر ناراحته، ولی خوب میفهمیم همو، هم من اونو هم اون منو. این چند مدت روز به روز بیشتر پیش همیم، بیشتر حرف میزنیم. میگه بیا پرواز کنیم یا بیا بریم شنا تو دریا، ولی منم از بلندی میترسم، هم از دریا. اون میگه بهم اعتماد کن، چیزیت نمیشه، دردات تموم میشه، همه چی درست میشه. نمیدونم، ولی همیشه
همیشه درست میگه، همیشه حق با اونه. شاید باش رفتم دریا شنا کنیم. به هم قول داده برام ماهی هم بگیره. فکر میکنه اینجوری میتونیم یه دوست جدید داشته باشیم. ولی خب با اینکه خیلی تنهام، حداقل خوشحالم که کسی از اینجوری بودنم براحت نمیشه. سرم رو میگردونم سمت پایین، هیچی این دور و بر واسم نبوده، همیشه سعی نداده جواب، گاهی میشه گاهی بی نتیجه مونده. راضی نکن منو به موندنم، چون راهی غیر رفتن واسم نمونده. دلیلشم به هیچ کس نگو، بذار بگن که رفت و کم آوردش، هرچی گذشت بذار تو گذشته باشه، هرچی که ساختیم همش پیش تو باشه. همین امشب میزنم قیدشو، میرم از شهری که غریب شد. بهت قول میدم هر جایی که باشم، همه یه فکر من پیش توست، با این که نیستم من نزدیک تو. بهت قول میدم بذاره.